سلام بچه ها، درود بر شما. امروز میخوام لایو بذارم توی یوتیوب، حتما برید یوتیوب عضو بشید. برای هم این لایو رو گذاشتم فقط بهتون بگم که میخوام لایو توی یوتیوب بذارم، در مورد ترنس ها صحبت کنم، در مورد ترنس، در مورد عملای جراحی و عوارضش، در مورد عوارض های عمل جراحی و کسانی که میگن ما پزشک تغییر جنسیت هستیم، یه مش مزدور، یه مش دروغگو، قاتل، جنایتکار و فراری. بهتون میگم و این کسانی که توی مخصوصا اونایی که توی ایرانن، ترنسای توی ایران هیچ اطلاعاتی در مورد عمل های تغییر بدبختی ندارن. تغییر بدبختی، جنسیت همون تغییر بدبختیه. یارو شده مدیر ملال جنسیت ها که راحت تر ترنس ها رو گول بزنن، بکشونن، ازشون پول در میارن. چجوری؟ طرف ترنسه، خب بهش دیگه کار که نمیدن، باید خودفروشی کنه، یا خودفروشی، یا مواد فروشی، یا دزدی، یا خونه تیمی، یا کسکشی. 5 تا شغل که میتونه تو ایران داشته باشه. تو ایران ترنس ها یا کسکشی میکنن، یا مواد فروشی، یا دزدی، یا خودفروشی. شغلی کسی هم که باشون ازدواج نمیکنه، چون که همشون بدون استثنا ناقص عمره، بدبختن. اینو همه میدونن، همه. اون که اونجا به خاطر اسلام، اسلامی که وجود داره تو کشور ایران و آخوند رئیس شده، فکر کنید کسی که باید تو مسجد باشه، دینی که باید تو مسجد باشه، اسلامی که باید تو مسجد باشه، اومده تو جامعه اجتماعی، اومده تو زندگی شما، اومده تو محل کار شما، اومده سر صبحونه و نهار و شام شما، اومده تو محل کار شما. این جنایته، بزرگترین جنایتیه که مردم باید قبول کنن و مبارزه کنن بر علیهش. وح 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 وح. نباید اجازه بدید پزشکا وارد زندگیتون بشن، نباید اجازه بدید پزشکا وارد مغزتون بشن، نباید اجازه بدید پزشک به خاطر بیزینسش، پولش، وارد صفحات مجازی، صفحات بیزینسیتون بشن. فهمیدی؟ سعی کنید پزشک رو دور کنید، اسلام رو دور کنید، دین رو دورش کنید. دین مزاحم زندگی شماست، پزشک مزاحم زندگی شماست. کسانی که میگن ما حامی ترنس هاییم، مزاحم زندگی ترنس ها هستن. فهمیدید؟ کسانی که میگن ما حامی هستیم، مدیر ملال جنسیت هستن، اینا دزدهایی هستن که با جمهوری اسلامی کار کنن. جمهوری اسلامی خودش بالا نشسته، علی خامنه ای بالا نشسته، تمام رؤسا نماینده مجلس بالا نشستن. کیا پایینن؟ دل دزداشون. کیا پایینن؟ خایمالاشون. خایمالاشون کیان؟ همینه که تو مردم میان کنفرانس و سیمینار و جلسه میذارن، مردم رو جمع میکنن، پدر مادرها و خانواده رو جمع میکنن. بیاد 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 بی. تناز دیدی؟ این اینجوری شده، اونجوری شده. شما فرق میکنه عملای جراحی این کنه؟ بهترین عملای جراحی رو هم که داشته باشید بسه بنده، من بهترین عمل جراحی تغییر جنسیت رو تو تایلند انجام دادم. بهترین عمل جراحیه که توی دنیایی نیست، تو کره زمین پیدا کنم. خب کو اصلا اسمش تغییر جنسیت نبود، خاجه شدیم، خدنمون کردن، تخماتو کشیدن، روده رو آوردن، رودمونو پاره کردن، گفتم به خانم شما زن شدی. آخه این چه زن بودنیه؟ من میخوام بدونم این چه جور زن بودنیه که سوراخ کونمونو بیارن جلومون بدونم بگن شما زنید. خیلی دوست دارم بدونم. بعدم اگرم بیای ازشون شکایت کنی، میگن خودتون خواستی تغییر جنسیت بدی. تغییر جنسیت شما با کلمات بازی نکنید. تغییر جنسیتی وجود نداره. تغییر جنسیتی وجود نداره. فهمیدید؟ تغییر جنسیتی وجود نداره. مثل همون اسلام هست، اسلامی وجود نداره، ولی واسطتون درستش کردن، میگن چیزی که خواستینش دین خداست. دروغ گفتن، بهتون دروغ گفتن. خرافات، خرافات پزشکی، خرافات علمی، خرافات دینی، اینا همش خرافاته. خرافات دینی، خرافات پزشکی، خرافات سیاسی که همش هم بر علیه ماها بوده و هنوزم دارن ادامه میدن، مردم جلوشون وای نمیستن. خب جلوشون وایستی، پشت ترنس ها رو بگید نذارید بدبختشون کنن تو ایران، خواجهشون نکنن. اسم این انتر میمون رو نمیخوام بیارم، اسم این بزغاله رو نمیخوام بیارم، با اون پدرش و مادرش که توی ایران خایمال های جمهوری اسلامی هم به زودی زود پدر مادرش که میمیرن، این که از این پدر مادرش میمیرن، خودش هم میمیره. فکر نکنید همینجور میمونه، اون آدم میمیره. و این که میگه مدیر ملال جنسیت، تو مدیر ملال، من مدیرم،
من رئیسم، من نمایندم، نه تو. من دارم می جنگم، نه تو. تو که پول با پولش داری حال میکنی، تو نماینده نیستی، تو مدیر نیستی، تو لیدر نیستی، تو داری دزدی میکنی. ولی من چی؟ من هیچ پولی در نمیارم، ولی دارم درست حسابی میجنگم، هرس میخورم. تو هرس ما ترنسا رو نمیخوری، تو هرس پول تو میخوری. پول، فهمیدید؟ آره، مواظب باشید پزشکی چیز خطرناکه، علم وارد زندگیتون نشه، داروهای شیمیایی پزشکی وارد زندگیتون نکنید، اینا خیلی خطرناکن. دشمن ما انسانها پزشکان، دشمن ما انسانها علمه، دشمن ما انسانها دولتها هستن، اینو یادتون باشه. این سه چیز دشمن ما هستن: دولتها، پزشکا، دین. سه چیز دشمن ما انسانهاست: علم، دین، دولت. سه چیز دشمن ما انسان ها هستن، یادتون باشه. پزشکا با خاطر پولشون هر کاری میکنن که بخوام پول در بیارن، جونتو میگیرن، میگن خودت خواستی، ازت امضا میگیرن، تا هم امضا نگیرن کاری هم برات نمیکنن. حالا چی؟ طرف پزشک نیست، مدرک پزشکیشو با پول خریده، هیچ تجربه هم نداره از دماغی که عمل میکنه یا میخواد آپانتیست عمل کنه یا دندونتو درست کنه. اینا همش مدرکه دیگه. ببینید دماغ منو چیکار کردم، ببینید دندونه منو چیکار کردم، ببینید سینه های منو لنگه لنگه درست کردم. همین تو کانادا 2 سال توی نوبت بودم، مجانی هم تازه درست کردم، لنگه لنگه، کوچیک بزرگ، این کوچیکتره، این بزرگتره. به قول این خنگه هست، یادم خلو چله هستش تو ترکیه که سایت هم داره، سایت شرط‌بندی هم داره، وحید خزایی، به قول اون سینات کوچیک بزرگ لنگ لنگ است. اون دیگه وقتی فکر کنم ما رو مسخره میکنه، به من توهین به احترام میکنه، تا دیروز که میگفت طناز خوبه و طناز عشق و طناز اینجوری، طناز فقط الکی که پولشونو در بیارن، چه کمکی به ما کردن؟ هیچ کس حامی ما ترنسا نیست، همشون دشمن ما. تو فرشته نیستی، پس چی هم؟ من دزدم؟ همه‌شون هم میان تو دایرکت من میگن طناز مهربان، بیا سایت کلاهبرداری بهت بدیم، بیا سایت بده. نمیدونم حالا یارو ساشا صبحانیه، نمیدونم کیه، اونایی که تو ترکیه اومدن تو دایرکت من آدماشون، بیا سایت کلاهبرداری بهت بدیم، 10000 دلار بهت میدیم، پول بهت میدیم 10000 دلار، کاری میکنیم که یه خونه بتونی بخری توی کانادا. ببینید چجوری دزدی پول مردمو خوردن، چقدر درآمد دارن که میگه یه خونه واسه میخرین تو کانادا. خونه مگه الکی اینجا 500 میلیون دلار، 500 هزار دلار، 800 هزار دلار، پول کمی نیست. خب چند میلیون ایرانی پولشون به باد میره که اینا میخوان واسه من خونه بخرم که من بیام سایت شرط بندی کلاهبرداری رو بخوام تبلیغ کنم؟ ها؟ نه، وحیدم دنبال اشغال خودش، پول خودشه، با من دوست نیست که. الکی میاد تو لایوهای من، دوست دخترم به ریل بزنیم، الکی کس شرنا چرت پرته. اونا با من دشمنن، دوست من نیستن، اونا ترکیه، من کانادا، من هیچ دوستی ندارم، نه تو سوشیال مدیا، نه تو کانادا، نه تو هیچ جا، همه دشمنن هم با من، همه دنبال منافع خودشون میان با من لایو دارن که دوباره پیجشون زنده بشه، دوباره پول در بیارن. فکر کنی نه، یارو دلش واسه من میسوزه، طرف 3 سال من باش دعوا، میاد تو لایو به من میگه برو شبی مردای، برو لباست اینجوری، داره مسخرم میکنه. اون دوست من نیست که آقا جون. کی گفته وحید خزایی دوست منه؟ بزرگترین دشمن من اول وحید خزاییه، اینو یادتون باشه، بزرگترین دشمن من، اولین دشمن من وحید خزایی تو اینستاگرامه، دوست من نیست، یادتون باشه اینو. بزرگترین دشمن من، بزرگترین دشمن من اول وحید خزاییه، اینو یادتون باشه، هیچ وقت اون دوست من نیست، اون آدم درویه، ذاتش هیچ هم خوب نیست، اون فقط دنبال پوله، دنبال انسانیت، دنبال دوست نیست، رفیق نیست، به هیچ کی کمک نمی کنه، اون دنبال پولشه، شالاتانه، اون به هیچ کی رحم نمی کنه. اینو بهتون میگم، اون اگه آدم خوب بود، اون آدم های دورورش بیشتر مونده، اون اگه آدم خوب مطمئن بودم خوب بود که من خودم یه آدم خیلی زرنگ و زبلی هستم، میرفتم ترکیه بهش سر میزدم. چی میگین شما؟
نه خیلی دیگه، اون الان فکر کرده مثلا من دوست دخترشم یا اون دوست پسر من کسشه، دوست دخترم دیگه اومده یه هفته نمیتونم بالای برو باشو با کی میخواد با تو لایف بذاره تو پاله. یه جوری میگه اومدی با من لایف گذاشتی که گذاشتی و حقم بوده، چون من به تو وقتی پیج نداشتی میومدی با من با تو لایف میذاشتم، کسی دیگه با تو لایف نمیذاشت. تو موقعی که مریض بودی معتاد بودی ترک داشتی میکردی با کی لایف میذاشتی؟ فقط با من. بدبخت، با کی میتونستی شوخی کنی؟ با کی میتونی؟ با کی میتونی در بیاری؟ فقط با من. هیچ کس تو رو آدم حساب نمیکنه، هیچ کی با هیچ کی جرأت نداری شوخی بکنی، با یکی اینجوری بکنی کونتو پاره میکنن. فقط تنها کسی که جنبه شوخی داره تناز مهربانه. تو که پیج یک سال پیج نداشتی، با هر پیجی میمادی فقط تو لایوهای من میومدی. پیجای من به خاطر وحید خزایی همش لایوام زدن و حالا اینجوری میکنه. تا حالا دیدی پیجشو تو با بیزینسی کرد، تا پیجش بیزینسی شد یه بار یوتیوب منو تو کانالش نذاشت. سریعا هم اینجوری کرد، دوست دخترم زنم داره میاد دیگه، میخوام زن بگیرم دیگه به من کسکش. آقا ان تو کی هستی که میخوام من دوست دختر تو بشم؟ من دوست پسر کانادایی دارم، دوست پسر ایتالیایی دارم، دوست پسرای من خارجی هم. من با تو تاپاله گوزو بیام دوست بشم؟ معتاد موادی اسکل چه فکر کردی پیش خودت؟ یه جوری پیش خودشون فکر میکنن، فکر میکنن من لنگ مثلا پسرم. نه آقا جون، اینجا پر پسر کانادا، آمریکا، استرالیا، تازه ایرونی های خوب هم داریم، پسرهای ایرونی خیلی خوب داریم که یه تار گندیده شو به صد تا از این انگاه مثل وحید خزایی ما نمیدیم. اون من دلم واسه صد سوخ. بدبخت، اگه من نبودم توی یک سال با کی میخواستی لایو بذاری؟ یک سال فقط من با تو لایو میذاشتم، پیجاتو میذادم یه تو پیج من. ها چی شد؟ پیجت برگشت دیگه یادت رفت تناز میرم و کانال یوتیوب داره استوریش کنی؟ خاک تو سرت. حالا بازم چوبشو میخوری، عجله نکن، چوبشو میخوری. برای همه استوری گذاشت، برای تمام دوستاش استوری گذاشت، تمام پیجه مردم استوری گذاشت، به غیر از کانال منو استوری نکرد. همه دون شاهدید دیگه، شاهدید. نه آقا، تو که می‌نویسی تا دیروز عاشق هم بودید، اینا شوخیه. من عاشق هیچکی نیستم. چرا چرت میگی؟ من عاشق خودمم. اونا همش بازی شوخی فانه که مردم بخندن. من کسخونم عاشق یه دیوونه بشم یه معتاد موادی؟ من اصلا اون دیوونه است، مریضه، مشکل روی روانی داره. من یه ورزشکارم، هر روز باشگاهم هم این و پیاده رویمو دارم، ورزشم میکنم، تو کانادا زندگی میکنم. بعد من یک فرشتم، یک ترنس، نه مثل اون. اون موادی معتاد به خودش رحم نمیکنه، همش در حال تهدید کردن و دروغ گفتن و دل دزدیای خودشه. نه فکر کردی نه من میام عاشق یه آدم خلوچر میشم که نه شناسنامه داره، توی ایران هزار یه گوهکاری کرده. یک سال این پیج نداشت، همین وحید خزایی یه سال پیج نداشت، یک سال همین وحید خزایی پیج نداشت. تنها کسی بودم که باهاش لایو میذاشتم، همون بهادر وحشی رید بهش، همون با همه اون کسانی که توی ترکیه هستن ریدم بهش، کونشونو کردم پشت سمتش. حالا پیجش برگشته، بهادر وحشی رو تگ میکنه که صفر تا دیروز همون بهادر وحشی میرید بهت، حالا اونو تگ میکنی. ولی منی که یک سال تو لایوان میآوردم، مردم میدیدنت، باهات حرف میزدن، زنده یا مرده ای، کی میآوردت؟ من، نه بهادر وحشی، نه اون انگوهایی که تو ترکیه هستن سایت کلاهبرداری و دزدی دارن، یا خانم فروشی خانم ها، یا جیب پناهنده ها رو خالی میکنن تو ترکیه. فهمیدی؟ آشغال میدونم هم اینجای صدامو داری میشنم، بشنم. بعدم هزار دفعه بیای توی دایرکت من به من بگی بیا سایت کلاهبرداری تبریک و ما 10,000 دلار بدیم، 20,000 دلار بدیم، خونه برات میخرین، من این کارو نمیکنم. اینو بدون، من نمیکنم. من طرفدار زیاد دارم، دوستای خوب زیاد دارم، اونا به من گیفتمو میدم، من گیفت میگیرم، ولی سایت کلاهبرداری انجام نمیدم. اینو یادتون باشه. برای همین خودتون تخنه میکنید به من چیز کنید، پیشنهاد بدید دیگه، آدماتون رو میفرستین تو دایرکت من پیشنهاد بدن که انقدر بهت میدیم بیا سایت ما رو
تبلیغ کن. نه آقا من سایت عشق تبلیغ کنم. و برید خزایی هم اگه تو این یک سال باید لایو گذاشتم و حمایتت کنم بخاطر اینکه زنده بمونی، چون که تو یونان بدبختی کشیدی دیدم رفتیم و دلم سوخت. ولی تو خیلی آدم بی چشم روی هستی، خیلی وعید خزایی آدم بی چشم روی هستی، خیلی آدم بی چشم روی دروغگو هستی، کلاوردار دروغگو. بدبخت همه شاهده، همه شاهدن که من تو این یک سالی که تو پیج هستی فقط من با تو لایو میذاشتم یا پیج میساختی تن لازم پیج هم بیاد سری فالوت میکردم میمانی تو لایوم. حالا یه هفته با من لایو گذاشتی، حالا میگی من زنگ گرفتم و یه من دوست دختر تو هم که من جوری. من با تو یه دوتا دوست معمولی هستیم، دوتا مبارز. اگه تو مبارزی، تو مبارز چی؟ تو مبارز دزدی هستی، من مبارز انسانیت هستم، من مبارز اقلیت جنسی هستم، من کارم مبارزه با ظلم و ستمه، من کارم مبارزه با حقه. ولی تو دروغگویی، مردم دیگه میشناسنت. یه آدم دروغگویی مثل تو، یه آدم دروغگویی مثل تو، مطمئن باش همین ملت هیچ وقت حمایتت نمی کنن، هیچ وقت هم تو سایت های شرط بندی شما شرکت نمی کنن. مطمئن باش. میلاد بیا بالا عدد سا، بیا اینجا تو شاهد. آقا ما شاهد زیاد داریم، من تمام این مردم شاهدم. سلام، خوب میلاد؟ میلاد انصافا وعید خزایی که انداختنش فراکلف یونان دهنش گاییدن پیج نداشت که پیج 1,000,000ش یه سلام با کی لایف میذاشت؟ تمام بچه های ترکیه کونشون رو نکندن سمت وعید خزایی، ریدن بهش. تنها کسی که بهش بهاداد کی بود؟ با کی لایف میذاشت دیگه؟ تناز مهربان کانادا ونکوور. با تناز مهربان کانادا ونکوور، درست یا نه؟ من خودم پیجشو از تو لایوهای تو پیدا میکردم. تموم شد. حالا این آقا، من آخه میدونی که من با مثلا شوخی میکنم میگم دوست پسر جدیدم یا ریل میزنم، نه من شوخیه، اینو مردم بد بدونن. من سنی ازم گذشته، من 40 سالمه، من با کسی دوست میشم که کانادای خارجی باشه، با ایرانی ها، مخصوصا ایرانی های این شکلی که هیچ وقت سمتشون اینا باهاشون فقط لایو میزنن که میگم بدبخت نکشنش، بدبخت مثلا سرش زیر آب نکنن، گناه داره اینا. دلم میسوزه. خب گفت انسان دیگه، داشت گریه میکرد، یادته منو زدن، منو زدن تو خیونم، من رفتم این جور یادمه. یا واقعی که ما رو میزدن، موقعی که ما رو میزدن تو ایران مامورای جمهوری اسلامی، کی بودن من دفاع کنه؟ هیچ. والا مثل اینا هم اینجوری فیلم نمیگردیم. آقا بابا ما 100,000 بار گفتیم اون ترکیه از تو کانادایی، داریم شوخی میکنیم. من داریم شوخی میکنیم، میگه آره تو فیلمات هستش که از من خواستگاری کرده. آقا کسکش، من از چه خواستگاری میکنم؟ تو از من همش خواستگاری میکنم. من اینا بعدم اینا همه شوخیه. من یه آدم شوختبیم، همه ایرونی ها، کل ایرونی ها میدونن تناز مهربان یه آدم شوختب، فوق‌العاده پر انرژی، فوق‌العاده با جنبه. جنبه‌ای که من دارم کل ایران با تمام سرزمینش نداره، کل جمهوری اسلامی شو... کل ایرانی ها رو جنبه به اندازه من جنبه ندارم، به اندازه من جنبه شوخی و جنبه هر چیزی رو ندارم. تنها کسی که جنبهش بالای منم تو حتی خارجیام، تو همین کانادا، آمریکا، تمام کشورها بگردی یکی مثل من پر جنبه پیدا نمیکنه. الان جدی گرفته شوخی های ما رو، میگه میخوای من خودم بگیرم؟ اون جدیه من رو شوخی گرفته، فیلم چه خواهی فیلم میکنه؟ من مثلا فیلم میکنه من از اون خوشم آمده، تن من دارم زن نگرم دیگم، شاید چند روزی نیام به تخمم. حالا چون که پیجشو بیزینسی کرده، چون که یوتیوب منو نذاره توی بیو پیجش، دیگه نمیتونم. کسافه، یادت رفته که التماس میگم میامدی تا ایرکم هی زنگ 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 نصف شب و شب و شب و نصف شب زنگ، گفتی اگه پیجم برگرده را برا یوتیوب تو میذارم بیو پیجم تبلیغ میکنم. کو یوتیوب همو دیدی بذاره؟ به غیر از اون انگوهایی که پشت کردم بهش، چونشون رو پشتش کردم، فقط اونا رو گذاشت. دقیقا همینه بابا. خیلی اومد از طریق توی لایوش رفت فالو، پیجش رفت فالو، اومد تو لایوهای تو رفت فالو. دوباره آره چیه؟ 500 تا پیج میزد من میوردمش، بعد بقیه هم از طریق من پیداش میکردم. آره دیگه، من میگم یکیش خودم، یکیش خودم.
نه خیلی تو همین کانادا، ایرانی های کانادا پیداشیم که همه شون حالش از من گفتن مرده زنده چی بود من، ولی حالا همین وحید خزایی چی میگه دیگه من نمیتونم. بعدم بهش گفتم دو بار از تو واتساپ لینک یوتیوب هم واسش فرستادم، توی دیو پیجم لینک یوتیوب هم واسش گفتم برای من استوری کن، یوتیوب هم استوری کن. کل ایرانی هم میشته فقط لینک رو بکشم برم بالا. من لینک یوتیوب هم همیشه بالای پیجمه، بیه پیجمه. این وقت خواستم امتحانش کنم یک سال ببین اینا آدم های کثیفی هم. پس هر بلایی سرشون بیاد حقشونه، اینا مردم دار نیستن، اینا همشون دروغگو دزد و کلاهبردارن، همشون هم با همه اینا دروغ میگن، دشمن همه پشت شما، اینا همش بازیه، همشون هم سایتاشون یکیه، همشون هم با همه. ببین آره دیگه سایت نداره درآمد از کجاست؟ دقیقا یه درندشت ویلای چی اون خونه اونو از کجا میاره؟ اون اجاره‌ایه، اجاره کرده خان، اجاره پولش هم قرار داده. ببین قرارداد بسته، مثلا اینایی که میبینی تو ترکیه ماشینا اجاره، خونه ها اجاره، مثلا یه ساله یا پنج ساله قرارداد میبندن، پنج سال قرارداد میبندن، میگن آقا ما اینقدر میدیم، مثل بقیه قرارداد پنج ساله میبندن، یه خونه و یه ویلا رو میگیرن با ماشینا پنج سال. اینا از طریق مثلا چی میاد کلاسشون رو میذارم، فکر مثلا من بیام یه خونه رو اجاره کنم بگم آقا 5 سال قرارداد اینجا میگم، بعد بیام هل لایف بذارم، سایت بذارم، بگم خونهمو ببینید، قصرمو ببینید، ویلامو ببینید، ماشینامو ببینید، که درآمدی دارم از طریق سایت کلاهبرداری شما میتونید اینجوری پول در بیارید خونه بخرید. دروغ، اینا همش اجاره است، مال خودشون نیست. آره دیگه اگه اینا پول داشتن، اگه اینا پول داشتن خب میرفتن ایران رو میامدن، مگه کاری نره؟ جمهوری اسلامی با پول میتونی بخریش، با پول میتونه وحید خزایی جمهوری اسلامی رو بخره. آدم که نکشته، دزدی نکرده، دروغ میگه. جمهوری اسلامی هم باهاش کاری نداره، راحت میتونه بره ایران بیا. انقدرم رفته ایران اومده، ببین رک بگم وحید خزایی خیلی رفت ایران اومد، هیچکی نمیدونه، من دارم میگم رفت ایران اومد، اشغالش هم کرد، الکی من وایسه اونجا میگه من مشکل دارم با ایران، دروغ، اینا همش بازیه، سیاست بازی. آره آره ببین من تنها کس، یعنی خدا وکیلی انصافا، انصافا تنها کسی بودم یک سال به این ان کمک کردم. صدات قطع شده، صدات قطع شده.